آقای امرالله صالح، از اینکه این گفتگو با یورونیوز رو پذیرفتین سپاسگزارم. تشکر، لطف کردین. شاید برای بسیاری از بینندگان ما تعجب برانگیز باشد و ندانند که طالبان که با عملیات انتحاری جان غیر نظامیان را میگیرند، در فهرست گروه و سازمانهای تروریستی خارجی امریکا جای ندارند. چرا؟ چند تا دلیل دارد. اول، لابی پاکستان مانع میشه که اینا در لست گروه های تروریستی بیه. دوم دلیل که امریکایی‌ها بیان میکنن که طالب‌ها تهدید مستقیم به منافع ملی امریکا نیستن، تهدید غیر مستقیم. اما با طالبان به نوعی امریکا داره در اینجا در کشور شما میجنگه. این دوگانگی و تناقض رو چگونه میتونن؟ دقیق، من در اول برای شما گفتم که خون جهان سیام که ما هر روز خون ما میریزه، ارزش خون جهان اول نداره. در مثلا اروپا کسی با یک چاقو کشته میشه سرخط است. در امون روز در افغانستان 100 تا در یک حمله انتحاری از بین میره، سرخط خبرها نیست. این واقعیت امروزی جهان است که ما جهان امروزی فاصله بین نقاط ثروتمند دنیا و نقاط پرقدرت دنیا با بقیه دنیا که متاسفانه کشور ما شامل بقیه است، ما عین ارزش نداریم. اگر که حمله چند روز قبل که در او نزدیک 80 نفر از هموطنهای ما به خاک و خون افتادن، شما فرض بفرمایین این حمله در یک گوشه از غرب صورت می گرفت و ریشه حمله کننده به پاکستان برمیگشت، اینا چی میکردن؟ حتما یک موقف شدید میگیرن. ولی من اول برای شما یادآوری کردم که افغانستان موقعیتش نسبت به مردمش برای دنیا اهمیت زیادتر داره. و اگر ما به عنوان یک مردم بخواهیم این محاسبه را بشکنیم، باید ما متحد شویم و دولت قوی بسازیم. شبه نظامیان داعش در افغانستان آقای صالح چه کسانی هستند و با توجه به شکستشان در عراق و سوریه آیا تهدیدی جدی برای کشور شما به شمار نمی روند و چه تضمینی هست که افغانستان به پایگاه بعدی آنان تبدیل نشود؟ داعش در افغانستان یک پارچه از داعش نیست، یک اسم از داعش است، یک برند است. این برند است ایچ ربط ارگانیک با داعش شرق میانه ندارن. اینا یک اسم هستن، یکی از پروژه های است که پاکستانی ها ایجاد کردن. و پس داعش سوریه و عراق باشه یا نباشه، این پروژه چند مدت دیگه هم دوام میکنه. چرا تهدید بزرگ نیستن با ما؟ اول، از دید رهبری، داعش رهبریش عرب است و افغان نیست. از دید لسان، داعش زبانش عربی است. از دید نشأت، داعش از دنیای عرب نشأت کرده. از دید ساختار، ما در کلمه داعش وجود نداره. افغان ها دنبال جنبش های میرن که رهبری از او جنبش توانایی حل منازعات کوچک محلی رو داشته باشه. داعش در افغانستان نه تنها که هیچ معضله محلی رو حل نکرده، معضلات محلی بیشترم ایجاد کرده. اینا یک گروه کوچک آدمخور تروریستی هستند، ای که قربانی میده ما در برابر از اینا که دنیا شاهد است. ولی اینا تهدید استراتژیک نیستن با ما. تهدید استراتژیک طالباستن که از دید هدف، از دید نوع عملیات ها و از دید ایدئولوژی تفاوت ندارن و طالبا با امو تفکر، با امو روش عقبه دارن. داعش در افغانستان عقبه نداره. میگویید وقتی پرونده اسامه بن لادن رو جلوی پرویز مشرف رئیس جمهوری وقت پاکستان گذاشتید، اون رو روی میز کوبید. در این پرونده شما جای تقریبی اسامه بن لادن در نزدیکی ابیتاباد رو گویا به دولت پاکستان و به شخص رئیس جمهور میگفتید.
آیا با اطلاعات شما بود که امریکایی ها به اسامه بن لادن دست یافتند؟ یک وقت مامورین CIA نزد ما آمدند که آیا فکر میکنی مردم قبایلی که گفتمشه بن لادن در میان از اونا پنهان است، معنای دلار هم میفهمن، دلار هم میشناسن؟ شوک شدم، گفت فکر نمیکنی ما به عوض از این که میگیم هر کس بن لادن پیدا کرد برش 20 میلیون دلار میتیم، اگر اعلان کنیم که هر کس بن لادن پیدا کرد ما برش 20 هزار دانه گوسفند میتیم، شاید این برشان جالب تر باشه. من خندیدم، من گفتم که ببینین، مردم قبایل از دید حس، از دید هوشیاری غیر تعلیمی، از بسیار شهری ها کرده، اونا مردم هوشیارتر هستن، مثلا مردم با عزت هستن. هر کسی که به شما این مشوره را داده که بن لادن در قبایل زندگی میکنه و قبایلی را پنهان کرده، اشتباه محض است. بن لادن در یکی از شهرهای پاکستان است. خب ما با امریکایی ها یک پروژه را داشتیم که خانه و خانه مناطق قبایل ما با اصطلاح سروی اطلاعاتی کردیم و ثابت شد که بن لادن در قبایل نیست. ای دو سال تا سه سال در بر گرفت. بعد ما یکی دو تا عملیات های مشترک با CIA داشتیم که در نتیجه یک آدم بسیار مهم القاعده، بسیار مهم، که فعلا در امریکا به حبس ابد محکوم شده، ای در اختیار ما قرار گرفت و ما یکی از کسایی بودم که با خود از او صحبت کردم، مصاحبه کردم، استنتاق کردم. من سه تا سوال کلیدی و کلیدی از او داشتم. سوال اول، در از بین بردن احمد شاه مسعود شما را کی کمک کرد؟ سوال دوم، رهبرتان در کجاست؟ که بر ما بسیار بسیار مهم بود. سوال سوم، شما را کی کمک میکنه فعلا؟ این سه تا سوال ما از اونا پرسیدم و پاسخش ساعت ها را در بر گرفت. بعد ما به اصطلاح فوکس اطلاعاتی خود و اساس اعترافات از او در پاکستان در منصره گرفتیم که منجر شد که بن لادن پیدا شود. ولی عملیاتی که صورت گرفت به اساس اطلاع ما نبود، ما صرفا سهم گرفته بودیم. صدها منبع وجود داشت، شاید یکی از بهترینایش ما بودیم، ولی یگانه منبع نبودیم. بسیار سپاسگزارم. سلامت باشید. سلامت باشید. بخیر باشید.